درست. دوستان عزیز، با سلام به شما و با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. دوستانی که روی فیسبوک هستند، سال نو رو بهتون تبریک میگم و لطف کنید به ما بگید که صدا و تصویر کیفیتش چگونه است، و اگر لطف کنید این برنامه رو با دوستان خود هم شیر کنید، در میان بذارید، سهیم بشید، ممنون میشه. میبینم گاهی وقتا این دوستمون آقای فرخ عزیز از صبح تا شب یه بیستایی برای من برنامه زنده دیگران رو از وایس آف آمریکا گرفته تا اون سه تا پسری که از بیکاری مثل من نشستن برنامه میذارن پخش میکنه، ولی مطمئن نیستم که برنامه ما رو هم برای دیگران پخش میکنه یا نه. حالا ما قسمت خوبش رو میگیریم و تصور میکنیم که این کار رو انجام میده. و اما امسال سال خوکه، نمیدونم ایرانم وقتی سال عوض میشه میگن که سال چه حیوانی هست، یا کلن در دنیا همه مثل که چینی هم اول این کار رو انجام دادن. بذاری من اینجا میدونستم پیگ میگن دیگه، نه پیگ یر، یه علامت سالم بذاریم، این اسم سال خوکه. بله، چاینیز نیو ایر میگه که 2019 تیوزده فبروری 5 گذشته، بعد میگه که ایر آف د پیک، سال خوک. البته عکس گراز وحشی هم کشیده، خیلی جالبه، خوک وقتی وحشی میشه میشه گراز. و این پشت هم نوشته نوروزتان پیروز، یا هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز. ما هم به شما تبریک میگیم. این اولین برنامه سال 1398 است. امروز دوم فروردینه و 22 ماه مارس 2019 میلادی. گفت که بیچاره اگر مسجد آینه بسازد، یا طاق فرو ریزد، یا قبله کج افتد. یا یه چیز دیگه میگه که شیطان نخواست که ما بندگی کنیم، یک دم نشد که بی سر خر زندگی کنیم. ما روز چهارشنبه 50% از دوشنبه گفته بودیم برنامه داریم نداریم، بالاخره گفتیم برنامه میذاریم، و چون همون دو سه ساعت بعدش سال تحویل میشد و سال نو بود، گفتیم که به اصطلاح برنامه رو با ویدیو و شادی و موزیک و جوک و اینها تیک کنیم، و این کار رو انجام دادیم با آهنگی از اندی در رابطه با نوروز، با آهنگی از افشین و موزیکای دیگه‌ای که دوستان لطف کردن فرستاده بودن، و ویدیوهای زیبا و نوشته‌های زیبا. دور از چشمتون یا چشمتون روز بعد نبینه، بعد از برنامه من این فیلم رو روی یوتیوب میذارم که برای اون به اصطلاح آرشیومون اونجا استفاده کنیم، و یکی دیگه هم این که پخش بشه هر روز. یه ساعتی گذشت دیدیم یوتیوب اینو فرستاد که فکر کردی شهر هرت، هر ویدیویی رو برداشتی نشون دادی، ما اینجا یقت رو گرفتیم. اینو یوتیوب نشون داد. یه بذاریم براتون بفرستم اینجا، پلیر 3. بله پلیر 3. و خب گفت چی؟ یوتیوب بلاک، میگه که ویدیو بلاک شده. اولش گفته بود در بعضی از کشورها، بعد نوشت در همه کشورها، ویدیو بلاکد این آل کانتریز، یعنی ویدیو بلاک شده در تمام کشورهای دنیا. گفتیم خب اب نداره، ایام عید دوستان برن به دید و بازدید عید برسن، ولی مگر ول میکردن؟ یکی پس از دیگری هی مینوشت آقا چی شد، برنامه کجا شد، برنامه داری نداری. گفتیم بابا ما اگه میدونستیم اینقدر طرفدار داریم، روز و صبح و شب و وقت و بی وقت برنامه میذاشتیم. به این اون گفتیم برید توی فیسبوک نگاه کنید، روی فیسبوک ویدیو هست. حالا فیسبوک هم بهتون نشون میدم. ببینید واقعا اینا چجوری. میگه که این یکی میگه که ویدیوی شما یه قسمتایش میوت شده، یعنی صداشو برداشتیم، گنگ شده، و تا شما بگی آقا خود افشین ویدیو رو برای ما فرستاده، خود اندی ویدیو رو فرستاده، تازه اینا قراره یه پولی هم بدن ما پخش کنیم، ما مجانی پخش میکنیم،
میگه خب ما تا 30 روز بهتون جواب میدیم دیگه، شما دوستانم که 2 روز بعد اگه یه فیلمی رو ببینید میگید قدیمی هست اینها. در هر صورت برنامه روز چهارشنبه موجود هست برای افرادی که میخوان دانلود کنن، روی فیسبوک لینکش رو گذاشتم، یعنی توی کامپیوتر خود ما یه لینک گذاشتیم، شما اون لینک که میزنی این ویدیو رو اصلا میبری تو کامپیوتر خودت، نه ویروسی داره، نه کوفتی داره، نه زهر ماری داره، و به قول آقای علی جوانمردی و دیگران اصلا مطمئن ترین وبسایت وبسایت ما هست. هر و همه در هر صورت اگه کسی میخواد اینجوری میتونه اون رو داشته باشه. بعد در اون برنامه آقای دکتر شهرام ایرانبومی رو داشتیم، خانم دکتر زنوسی رو داشتیم. آقای ایرانبومی گفت که یه برنامه‌ای دارن درباره همین ماجرای نیوزلند و اینا، و دیدید که نیوزلند واقعا آفرین بر این پرایم مینیستر، این خانمی که اونجا نخست وزیر، نه پرایم مینیستر میشه صدر اعظم، صدر اعظم اونجا، و گفت که ما در عرض 6 روز اسلحه های مردم رو میخریم، هر کی هم نیاره اسلحه ها رو بده و پول بگیره این غیر قانونی اسلحه داره. به این میگن راه و روش. حالا ببینیم اونجا چی میشه، و من مطمئنم که این به اصطلاح کمتر میشه افراد عصبانی و اونایی که از لحاظ منتالی از لحاظ روانی نمیتونن خودشون کنترل کنن، اینا یه دفعه بلند میشه اسلحه اتوماتیک برمیداره میبره، حتی اگه بخواد یه همچین کاری کنه به جای 50 نفر ممکنه 5 نفر بکشه، به جای 5 نفر ممکنه 2 نفر کشته بشن، 1 نفر کشته بشن. در صورت این اقدامی بود که این خانم در نیوزلند انجام داد، و امیدواریم که هم موفق بشه هم آغازی باشه برای کشورهای دیگه این کار رو انجام بده. خب چون ما اون روز میخواستیم از سیاست و این به اصطلاح پلیدی جامعه به اصطلاح های تک قرن 21 دور باشیم و نه یوتیوب راضی بود نه فیسبوک، برمیگردیم به همون روال برنامه های قبلی خودمون. اول از همه میریم سراغ ترامپ. ترامپ کیه؟ ترامپ شخصی شارلاتان که هر چیز و خواسته تو زندگیش داشته، برای که بچه پولدار و لوس و نونو رو شارلاتان بوده، حقیقتا شارلاتانیش از همه مهمتره، و این دیگه آخر کار گفت میخواد رئیس جمهور بشه. البته خیلی سالها هست که میخواد گفته، ولی دیگه الان موقعیت به جای رسیده بود که میتونست، یعنی جامعه اینقدر آماده افراد بد بود که اینم میتونست بیاد رئیس جمهور بشه و شد. یک کلاهی درست کرد به نام Make America Great Again، که وقتی اول این حروف رو، اول این کلمات رو، حروف این کلمات رو بغل هم بذارید میشه مگا یا مگا، MAGA. اینجا بعض وقتا A رو مثل A میگن، مثل A نمیگن همیشه، یا مثل A نمیگن. در هر صورت این کلاهای مگا خیلی هم پول، چون دونه 40 دلار، 45 دلار، کلاه 2 دلاری یا نمیدونم 5 دلاری و 50 سنتی رو دونه 40 دلار پول گرفت از مردم، و خیلی هم حالا نمیگیم احمق شدن، هیجان زده شدن خریدن، و حالا یکی یکی هی کلاهای دیگه درست میشه. این یکی نوشته Make the asshole go home. asshole یعنی بچه فلان، و میگه که بیاین کاری کنیم که این شارلاتان برگرده و بره بره گروشو گم کنه، نه بره خونه، ببخشید اوی یعنی بره اونجا. یه دوستی ما داریم به نام آقای پتیک، هر وقت ما آمدیم و گفتیم در جامعه ما یه نیازمندی هست به هر طریق، یکی بیماره، یکی فلج توی یزد کمک میخواد، یکی این چند هفته پیش بود یه خانمی میخواست بره ایران و گفته بود که من تا 8000 دلار اگه جمع کنم میبرم ایران، اونجا کفش برای بچه ها میخرم. ما تا اینو گفتیم این آقای پتیک گفت که 150 دلار من تو پسته. منم وقتی این میگه 50 دلار تو پسته، یعنی فکر کنم اصلا تو جیبمه، اینقدر به حرفش اطمینان دارم. و ما هم گفتیم خب خوبه دیگه، میگن اینجا شما وقتی میخوای بری ورزش کنی سعی کن یه دوست همراه، همگام همراهت باشه، و اون باعث میشه شما اگه یه روزم تنبل هستی اون بیاد در خونه در بزنه، شما تو رو درواسی بری ورزش کنی، بری راه بری. این همگام داشتن خیلی خوبه،
همین که ما میگیم پتیک میگه 50 دلار، به منم یادآوری میکنه خب تو هم تن گنده تنت که بیل نخورده، تو هم 50 دلار بده. خلاصه گفتیم که اینجور دو سه روز معمولا که میگذره ما چک ایشون رو داریم و دیپازیت میکنیم. این دفعه چک نیومد، ما گفتیم خب عیب نداره، ایام عیده، مشغول کار داره و این ما که طلبکارش نیستیم که. تا اینکه خودش دیروز برای من نوشت که آقا این چک 50 دلاری برای کفش بچه ها رسید. گفتم نه هنوز نرسیده، ولی مهم نیست، اون قسمتش رو انجام دادیم. دیروز عصر وقتی نامه رو رفتیم پست و به اصطلاح پست رو چک کردیم، صندوق پستی این پاکت پلاستیکی میبینید که مثل زیپلاکه و نوشته ویکر، یعنی ما هواتون رو داریم، ما مراقبیم. دیر پست آ کاستومر، میگه که مشتری گرامی، بسته شما یا نامه شما در این چیزای اتوماتیک و اینها خراب شد، دمیج شد و یک پاکت نصفه ایرم برای ما گذاشته بود و داده بود که من عکسش رو فرستادم برای پتیک و بهش گفتم که حالا فهمیدم چرا نامه شما دیر آمده. پتیک عادت داره نامه های کوچولو میفرسه و من یه دفعه هم دکتر محیط این اتفاق افتاد و وقتی به پستخونه زنگ زدم، پستخونه به من گفت، بعد یه برنامه هم تو تلویزیون دیدم که ماشین های پست و اینایی که تمر رو میخونه و اینها آدرس رو میخونه، اینجوری میفسه این ور، یه روز برید نگاه کنید، اگر روی یوتیوب نتونستید حتی پستخونه های خودتون میتونید برید نگاه کنید. یک دستگاه چی میگن دوم و درازی هست که اتوماتیکوار اینا رو انجام میده و اون فیلم یا و همون کسی هم که من زنگ زده بودم گفت که وقتی که دستگاه ما برای این نامه های اندازه معمولی ست شده، تنظیم شده، وقتی میرسه به نامه ای که بزرگتره، نامه ای که کوچیکتره، نامه ای که یه مقدار کاغذ زیاد توشه، یا نامه ای که خیلی کم کاغذ توشه، شما اگه میخواین یه چک برای یه نفر بفرستید بهتره یه برگ کاغذ هم همراهش بفرستید، چون این یه سنگینی میده به دست به این نامه که بتونه ترو این دستگاه داخل این دستگاه ها بره. در صورت آقای پتیک گفت که من از امروز نامه هام رو توی به اصطلاح پاکت بزرگ میذارم. گفتیم خیلی ممنون، بازم تشکر میکنم از پتیک عزیز. پتیک گفت که یه جوکی هست درباره منتظری، شنیدی؟ گفتم والا من حالا یا حسنه یا عیب، جوک ها رو دوستان میگن همچین که امروز گوش میدم فردا یادم میره و نمیدونم به اصطلاح کی بود چی بود، بعضی وقتا قاطی میکنم جوکارو. گفت که خب حالا من برات میگم ولی باید برسم خونه برات زنگ بزنم. به قولش وفا کرد و رسید خونه و زنگ زد و جوک آقای منتظری. آقای منتظری میدونید که یعنی نایب ولایت فقیه بود حقیقتا و سر اون ماجرای 1367 بود که یه عده‌ای رو نمیخوایم بگیم بی گناه، حالا اگه گناهکارم بودن همین دادگاه انقلاب خودتون تشخیص داده بود که مثلا این جرمش یه ساله، اون دو ساله، این 10 ساله، هیچ کدومشون جرمشون اعدام نبوده. ولی وقتی که صدام حسین این مجاهدین احمق مثل مسعود رجوی و مریم رجوی رو راه انداخت و حتی بعد از قرارداد صلح بین ایران و عراق به اصطلاح بهشون گفت برید، ما هم هواتون رو داریم، برید فردا ایران هستین و فردا تهران هستین و اینا، وقتی اینا حمله کردن خیلی به خمینی گرون تموم شد، خیلی بهش ناراحت کننده بود و دستور داد که این زندانی ها رو بیارن یه دادگاه های خیلی سریع، این اون سه تا سوال، برو اعدام، این ور برو اون ور، اینها، و خیلی ها رو اعدام کردن. منتظری اون موقع گفت گور پدر این به اصطلاح من منتظر ولایت فقیه باشم، جانشین ولایت فقیه، من نخواستم ولایت فقیه که اینجوری آدم ها رو میکشه، هم بی قانون هم برخلاف اسلام و اینها، ول کرد و مخالفت کرد و آخونده هم طبق معمول این رو خانه نشین کردن و به قولی به روایتی زندانی. و اما درباره این آقا جوک های زیادی ساختن و خودش هم جوک ها رو
گوش میداد، میخندید و میگو خب بذارید مردم خوشحال باشن. کلا آدم خوبی بود تو این آخوندا. البته میدونید معروفه، میگن ما آخوند خوب نداریم، فقط اونایی که مردن خوبه، طالقانی خوبه، منتظری خوبه و الی آخر. خب سال تحویل در حافظیه، نه دنبال پتیک میگردم پیامش رو ببینم اینه. آها یه چیزی هم نوشته بود که تن آدمی شریف است، نه جان آدمیت، که همین نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. بعد نوشته بود جوک منتظر رو میدونی. این میگن که توی نوشتن فارسی اگه شما یک ویرگولی، یک کامایی، یک مکسی رو جابجا کنی جمله عوض میشه. و تو ارتش هم تو مخابرات به ما یاد میدادن که اگر یه نقطه بالا پایین بشه به جای طرف اعزام شود یه دفعه اعدام شود میشه. و من برای پتیک نوشتم که نه آقا اینو درست ننوشتی، این تو نوشتن اشتباه هست. گفت چیه؟ گفتم که این قسمت اولیش سوالیه، میگه تن آدمی شریف است به جان آدمیت. سعدی میگه نه، همین لباس زیباست نشان آدمیت. و ما امروز به وضوح میبینیم که اینجوریه و تن آدم ها شریف نیست به جان آدمیت، که واقعا همون لباس زیباست نشان آدمیت. خب بیایم اینجا و ببینیم که پیام این رو خیلی ها دیروز شما این پیام رو گذاشتی، حالا میرم کلی رفته اون پایین. اینه 11:21 بعد از ظهر. غلط، این 11 شب که نبود، که روز بود. خب بذارید ببینیم که دوستانی که اینجا هستن برنامه ها رو شیر کردیم با دوستان دیگه تون. اگه شیر نکنین وقتی یه چیزای دیگه برای من شیر میکنین اونا رو میندازم سطل آشغال، جوابتون نمیده دیگه. ما کارمون در سال 1398 تهدیدی شده. بشنویم این جوک رو توسط پتیک از کالیفرنیا. کاکو جو سلام، پتیک هستم. عید همه مبارک باشه. جوکیست در مورد آیت الله منتظری، تقریبا با لهجه نجف آبادی. میگن منتظری تصمیم گرفت برای دیدن خمینی به تهران برد، ولی میخواست که دیگران متوجه نشوند، لذا با لباس مبدل و با اتوبوس عازم تهران شد. در ترمینال تهران یکی از راننده‌های تاکسی پرسید حاج آقا منتظری کجا میخوای بری؟ منتظری که از شناخته شدن متعجب شده بود گفت از کجا فهمیدی که من منتظریم؟ راننده گفت آخه هیچ کس کتش را تو شلوارش نمی‌کند. خلاصه راننده او را سوار کرد و برای اینکه منتظری پول زیادی نداشت یا نمی‌خواست بده تا به جماران برای دیدن خمینی برود، او را در میدان ولیعصر پیاده کرد و اشاره کرد که سوار اتوبوس بشود و به جماران برود. منتظری به ایستگاه اتوبوس رسید و با اینکه اتوبوس در ایستگاه بود سوار نشد. بعد از 2-3 که اتوبوس ها رفتن و حاجی سوار نشد، یکی نزدیک شد و گفت حاجی منتظری کجا میخوای بری؟ گفت جمارون. پرسید پس چرا سوار نمیشی؟ گفت آخه اینجا نوشته جمارون ولی عصر، الان صبح. خلاصه منتظری سوار شد و ضمن خواندن شعارهای روی دیوارا به جماران رسید. قبل از پیاده شدن راننده پرسید حاجی این گونی چیه برای آقای خمینی کادو میبری؟ منتظری گفت شنیدم آقا بیماره، براش چند تا مار میبرن. پس از رسیدن و احوال پرسی آقا و تحویل مارها از امام پرسید تو را که میومدم آیه ای از قرآن روی دیوارا بود، هر چه خوندم نتونستم بفهمم. امام گفت آن چه بود؟ گفت و یدهو کلوبن و استخرشن و ماندان. خمینی گفت خاک بر سرت کنن، نوشته ویدیو کلاب و استخرشنای ماندان. موفق باشید. بیچاره آقای منتظری، خوب بلده پتیک ادای اصفهانی ها رو در بیاری. من دانشجو که بودم اردوی اصفهان نجف آباد بودم، ولی خب اونجا باز با بچه های دیگه بودیم، بیشتر مال شیراز و یزد و تهران و اینها بودن و یاد نگرفتیم چجوری اصفهانی صحبت کنیم. ولی همون نمایش های مال ارهام صدر و اون آقای نصرت الله وحدت و اینها رو دیده بودیم، یاد اونها هم بخیر. ممنون از پتیک عزیز. بریم ببینیم که اینجا چی نوشته. این ماجرای اسرائیل و تشکرش از ترامپ شاملاتان و دامادش حسابی تو آب گرم الان. ماجرای
تماسایی که گرفته با این بن سلمان به اصطلاح عربستان سعودی ولیعهد یا حالا منتظر تاج و دوله منتظر و تاج یا همچیز، و از دستگاهایی که استفاده کرده، این کسی هم هست که همیشه به فکر این بوده که از یک راه‌های مخفیانه‌ای با روسیه و اینها هم در تماس باشن. بهش میگن بک چنل، حالا کانال ایرانی دیدید دیگه، بک چنل مثلا یعنی کانال مخفی. در هر صورت باید صبر کرد و امیدوار بود که دموکرات‌ها یک کاری انجام بدن. یه مقداری دموکرات‌ها میترسن، میگن اگر ما یک کاری بخوایم انجام بدیم، ترامپ تا حالا بارها هم همینجوری گفته که من نمیدونم 60 میلیون به هم رأی دادن، پلیسا با منن، ارتش با منن، موتور سوارا با منن، اینها یعنی به اینا گفته ای مواظب باشین، اگه بخواید با من قانونی رفتار کنید اون وقت من بیقانونی رو بیشتر میکنم و میریزم روتون و اینها، حالا ببینیم چه خواهد شد. ولی حسن آمریکا اینه که حرکت ها همینجوری ادامه دارد. یکیش این پینکل هست که خانم ها هم بیشتر فعال هستند و هر روز در این واشنگتن هستند، هر روز برای یه چیزی به اصطلاح میرن اونجا تظاهرات میکنن و میبینید اینجا مثلا نوشته stop racism، racism یعنی نژاد پرستی، اینجا نوشته stop AIPAC، این AIPAC میگنش، AIPAC هم میگن American Israel Political Action Committee something like this. در صورت همین فعالیت های اینها در روزهای سرد، در گرمای بالای 100 درجه واشنگتن، در تظاهراتی که راه میندازن اثر میذاره. و مثلا امروز میگه که یه شنبه 24 مارس از ساعت 12 ظهر تا 5 بعد از ظهر اینها میان تظاهرات میکنن، rally to protest AIPAC and support Palestine in DC. میگه میایم راهپیمایی و تظاهرات تا فلسطین رو حمایت کنیم و AIPAC رو به اصطلاح سرزنش کنیم و بگیم که شما دارید جهانخواری میکنید، شما درست کاری رو که هیتلر انجام داد و شکست خورد الان با یه روش دیگه‌ای مذبوحانه دارید انجام میدید. این گفتم بهتون اون روز مجتبی آقا محمدی تماس گرفت بود، فکر کنم دیگه این دیوونه شده مردک. در هر صورت اینم از این. میگه که نوروز در امارات، خانم در آغاز فیلم از دوست داشتن ایرانیان سخن میگه، بعدش مهمتره. خب من اینو دیدم، یه خانمی هست به عربی صحبت میکنه راجع به ایرانیان که خب ما چیز هست نمیفهمیم، چون شما گفته بودی من فهمیدم. بعدش هم موزیک و رقص هست که متاسفانه این مردا با هم میرقصن و مخت این مردا میرقصن. ایران هم الان برنامه های جشن و اینا اینجوری شده، یه حالت چندشاوری با آدم دست میده. یعنی اگه همه نرقصن موزیک بذارن خیلی بهتره تا این مردها با هم میرقصن، یه حرکت زشتی هم، حرکات زشتی هم انجام میدن که من مایل نیستم نه ببینم نه این ویدیوها رو منتشر کنم. ولی از شما تشکر میکنم که این ویدیوها و این نوشته ها رو میفرستید. یه چیز دیگه هست، میگن فلسفه و وصیت من، بعد نوشتن که لطفاً این را چون وصیت من به یاد داشته باش. خود کلمه وصیت همون از سفارش میاد، از یعنی شما به این نفر سفارش میکنی که حالا در نبود من مثلا این خیابون رو اینجوری کن، اون ماشین رو اینجوری کن، اینا این بهش میگن وصیت. و این دوستمون یک ویدیوی تتاک رو نشون داده که یه خانم مسنی میاد اونجا و میگه که به اصطلاح به قول مادر بزرگم 5 تا آی 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 آی، و شروع میکنه میگه که ما، خود خانم سرطان داره، ولی میگه من تعجب میکنم که وقتی بعضی از این دوستان سرطان میگیرن میگن ما میخوایم بجنگیم و پیروز بشیم و زندگی رو ادامه بدیم، در صورتی که این برای من یه چیز طبیعیه، من به وجود آمدم از یه سری به اصطلاح چی میگن سلولای دیگه و بعدن از دنیا میرم تبدیل میشم به یه سری سلول، یه سری دیگه هم از این دنیا میان و اینها. و خلاصه یا لب
گفتارش، لب مطلب گفتارش این بود که ما از به اصطلاح زندگیمون لذت ببریم و استفاده کنیم، بعد هم وقتی میخوایم بمیریم خیلی خودمون رو اذیت نکنیم که یک زندگی جاودان داشته باشیم چنین و چنان. یعنی شما میتونید با خوب زندگی کردن حقیقتا برای مردن خوب هم آماده باشید و این نظم دنیاست. الان شما میبینید یه مسئله بزرگی که جهان باهاش روبرو هست اینه که خب هی قرص میدن، نمیدونم اینجور صبح بلند میشیم اینقدر قرص میخوریم، زور بلند میشیم اینقدر قرص، شب بلند میشیم اینقدر قرص. ولی آدم ها تنها هستن، مسن که هستن، مثل قدیم بافت جامعه و خانواده و اینها اینجوری نیست که همه با هم باشن. چهار نسل مثلا با هم زندگی میکردن توی خونه، مادر بزرگ و دخترش و دختر دخترش و دختر دختر دخترش و اینها، و الان طرف تا 18 سالش میشه 20 سالش میشه میخوام میگم خواهم برم با دوستام زندگی کنم، بعد که ازدواج میکنه خب میره با همسرش زندگی میکنه، همه جدا هستن. و این سالمندان توی جامعه هم برای اجتماع مشکلی به وجود آمده هم برای خودشون. و اگر واقعا اگر بگن هر کی دلش بخواد میتونه این آب رو بنوشه و راحت بخوابه و دیگه بیدار نشه، من فکر کنم خیلی از اینا این کار رو انجام میدن. و بحث و صحبتایی هم بود که این به اصطلاح خودکشی یا طرف دیگه بگه آقا من به اندازه کافی زندگی، به اندازه کافی درد کشیدم دیگه نمیخوام درد بکشم اینا، ولی اونایی که پیرو مذهب و دین هستن میگن نه اینو خدا آورده و باید خدا هم ببره دیگه. اون وسط نمیگن که بابا خدا حالا خیلی وقت میخواسته اینو ببره، این دکترها و این قرصا نمیذارن، ولی اگه قرص رو ندی دوا رو نخوری خدا کار خودشو انجام میده اگر خدایی هست. اینم از این لطفا چون این را چون وصیت من به یاد داشته باش، مرسی. و اما میگه که کاکو جون رسیدم خونه چک میفرستم در پاکت، در یه پاکت بزرگ. این جوک هم واقعیت است، من هم دقیقا نمیدانم که 5 نفر بودن هر کدام $20 به یکی دیگه مقروض بوده. حالا فرض کن هتل لال، گوشت فروش، بقال، کفاش و کارگر، توریستی رسید اتاق اجاره کرد $20 به هتل دار داد، او به اون یکی بده شد، اون به این یکی بده شد، اون به این یکی. و میگه توی آمریکا تقریبا این کار انجام میشه، پول واقعا تو آمریکا تو دست و تو کیف شما نمیمونه. یعنی شما میری رستوران میبینی جمعه ها شلوغه، چون 2 بعد از ظهر چکشو گرفته، 4 بعد از ظهر نقدش کرده، ساعت 5 اومده تو صف وایس چک چی کنه، شنبه میره خرید هفتگی گروسری یا خاربار و اینها. ولی تو ایران تو کشورهای اروپایی هم متاسفانه اینجور هست که پولا یه بار که به دست میاد یه مقدارش خرج میکنن باقیشو قایم میکنن، حالا یا اون موقع زیر بالش بوده یا توی رخت خوابشون بوده یا توی یک چیزای کوزه هایی بوده توی باغچه‌شون بوده و اینها، و این پول از گردش میفته. وقتی پول از گردش میفته یعنی اینجا تموم شد، نابود شد، در صورتی که همین پول اگه تو گردش باشه افراد هی ازش خیر میبرن، استفاده میکنن و این یکی به اون یکی کارو رونق میده و الی آخر. ماجرای چهارشنبه باز یه بار دیگه براتون میگم، چهارشنبه برنامه داشتیم و اینجوری شد بعد از برنامه هم فیسبوک هم یوتیوب یک کمی چیز اوتانازی میگوین به چی خانم جیلانی. دوستان دوشنبه با خانم دکتر بهیه جیلانی هستیم. امروز قرار بود که بعد از برنامه خودم که بعدش آقای حسن ارشاد برنامه 217مین رو به شماها تقدیم کردن، اونم گفتن تو برنامه که چون ایام عید میرن به طرف مشهد برنامه رو زودتر تهیه کردن و فرستادن، بعدش ما قرار بود با خانم پروین نظامی باشیم، درست میگم زمانی، خدایا ما چرا این همه اسم این خانم اشتباه میکنم، تقصیر آقای پرویز نظامی، با خانم پروین زمانی باشیم، ولی تا الان خبری از ایشون نشد، چون قرار بود به اصطلاح یا از طریق اسکایپ یا از طریق فیسبوک برنامه رو امتحان کنیم. احیانا همه در این دید و بازدیدهای عید هستن و اینها و
حالا چون ویکند هست لابد کنسرت و مهمونی ها و اینها، اگر نشد دیگه دوشنبه حقیقتا میشه گفت برنامه ها از دوشنبه رسمیت پیدا میکنه. میگه که آمریکا انکالا را در اسمیتسونیان دیده ای؟ نه، نمیدونم اصلا چی هست. و سال 1930 ریسیشن بزرگ، ریسیشن رکود اقتصادیه بزرگ، فورد کارخانه‌دار با حساب و کتابی که با آیزنهاور داشت 70 میلیون دلار به دولت کمک کرد، حقوق کارگران را باد برد، حقوق کارگران را بال برد، قیمت ماشین را پایین آورد. دقیقا مثل ایرانی ها میگه، یعنی چون دید جامعه ندارن به دولت 70 میلیون داد، به اصطلاح قیمت ماشین رو پایین آورد. ولی اون قسمتش نمیفهمم حقوق کارگران را بال برد یعنی چی. بالا برد حقوق کارگران رو بالا برد، قیمت ماشین رو پایین آورد. دقیقا مثل اینها ایرانی ها که زمانی که مصدق به اصطلاح اون ماجرای اوراق قرضه و قرض گرفتن از مردم را انداخت، میگه پولدارها زدند و مصدق رو از پا انداختند. باز هم بگیم مرگ بر آمریکا. خمینی یک چیزی رو درست میگفت و اون این که آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، یعنی همیشه کاراش درسته و هیچ غلطی نمیتونه انجام بده. خب اینم از این. بیاین ببینیم که دیگه براتون چی گذاشتیم. مایکروسافت، بله، این ماجرای پسورد و اینها هم شما همین مشکل من رو دارید. هرچی هم فکر میکنید هم مموریتون خوبه، اولا من به این دستگاه ها میگم من نمیخوام شما پسورد یا کلبه عبور رو نگه داری، میخوام هر روز با این مغزم یک کم اقلا کار کنم. ما که شطرنج بازی نمیکنیم، تخته بازی نمیکنیم، ورق بازی نمیکنیم. تنها بازی که فعلا مونده اینه که صبح که میخوایم بیام نامه ایمیل اون رو باز کنیم، میگه اسم چیه، کی هستی، کجا هستی، کلمه عبور رو بده. و جدیداً خیلی بد شده، میگی کلمه عبور میزنی، میگی این اشتباهه، میگه خب یادم نمیاد، میگه آخرینی که زدی چی بود، میزنی میگه خب حالا برات با شماره تلفن تکس میفرستیم، میگیم بفرست، تکس میفرسه، میخوای اون شماره رو بیاری تو اون پیستن کپی اند پیست، نمیذاره انجام بدی. خب ما هم کردیم که 7 رقم شماره رو یادمون نمیمونه، اینجا نوشته مثلا 92 62 35، یا 6 رقمه یا 352، از اینجا که میایم اونجا 92 62 رو می‌نویسیم 62 93، یه مش اشتباه، مجبوریم هی بنویسیم، همه رو مشکل کرده. بعد که اون میگه خب حالا بیا پاسپورت جدید یا کلمه عبور جدید بذار، شما هرچی انتخاب میکنی میگی نه اینو قبلا داشتی، بعد یه چیز دیگه انتخاب میکنی میگی نه باید یه حرفش بزرگ باشه، عدد داشته باشه، علائم این یا منها یا به اضافه یا علامت ممیز. اون وقتا میگفت کامپیوتر برای این چیزا نمیتونه اینا رو بخونه، حالا اینا رو هم داخلش آوردن و من نمیدونم این چه سکیوریتی یا چه امنیتی هست که هیچ کدوم از ما، نه بانکمون امنه، نه نامه هامون امنه، نه ایمیلمون امنه، ولی اینا هی میگن for your own security، برای امنیت خودتون. در اصلت اینا یه موضوعی بود، گفتم به شما هم بگم، حتما شما هم این مشکل رو دارید. روز چهارشنبه یه ویدیوی من پخش کردم، به دوستانم گفتم نمیدونم حالا بعد از این همه روز که ما 365 روز در سال داریم، 364 روزش داریم نق میزنیم، انتقاد میکنیم و اینها، و هیچ آبی هم از آب تکون نمیخوره، امروز هم باز به انتقاد و اینها بذاریم یا نه؟ ولی خب بذاریم. یه شعری گذاشتیم، یه آقایی که نه اسمش معلومه نه چیزی، یه شعری رو دکلمه میکرد، امروز نمیدونم فلان است و بیسار. فرخ هم آمد گفت آقا این شعرها آدم ها رو بیدار میکنه. نه عزیزم، این شعرها آدم ها رو بیدار نمیکنه، این شعرها اتفاقا سوپاپ اطمینان دیکتاتورها هست و الان شده سوپاپ اطمینان آخوندا. چون وقتی این شعر رو گفت، شما احساس میکنی یک کسی حرف شما رو زد، تموم شد دیگه، دیگه لازم نیست شما حرفتو بزنی، دیگه لازم نیست سربی بیاد بیرون، تو بیای بیرون، اون بیاد بیرون. این آقا حالا یا پای منقل یا پای میز عرق نشسته و نمیدونم شب عید سفره ها خالی، پدرم بی پدر بود، هیچ آبی از چی میگن آب تکون نمیخوره، هیچ گرسنه‌ای سیر نمیشه بمانه. بعد امروز هم یه ویدیوی
حالا راجع به چهارشنبه میخواستم صحبت کنم براتون، اون ویدیو رو نشون دادیم و اینها. امروز هم یه ویدیوی یه دوستی برای من فرستاده به نام آقای رضا حبیبی، اینم خیلی جالبه. اولا این ارتشیای ما، ببخشید من نمیخوام بی احترامی کنم، ولی تاریخ هست و میتونید خودتون بخونید، خودتون قضاوت کنید. ارتش ما از زمان رضاخان که ارتش نوین را افتاد به اصطلاح، هر بار که بهش احتیاج بوده برای جنگ و برای مردم رو به اصطلاح نظم و اینها رو، اینا نتونستن. تنها مرتبه‌ای که وایستادن و جانانه دفاع کردن در جنگ ایران عراق بوده که اونم حالا دعواست سرش. بسیجی ها میگن ما بودیم، سپاه میگه ما بودیم، ارتش میگه ما بودیم، تا اونم وایسیم یه نفر بیاد تاریخ بعدن به ما بگه حقیقت ماجرا چی بوده. ولی از همون ارتش که مثل اینجا بهش میگن ببر کاغذی، ببر کاغذی یه داستانیه که با کاغذ یه ببری میسازن، هر قدم این بزرگ باشه شما ازش بترسی، این یه بارون بیاد یه آب بخوره بهش خیس میشه، اینجوری میشه و هیچ. یا این یه بالونی که بادش میکنن خیلی بزرگ، شما یه سوزن بزنی باهاش فیستش در میره و هیچی ازش نمیمونه. این ماجرا ارتشیایی هستن که امروز 77 سال، 80 سال، 80 خورده سال، ولی یه مقداری فراموشی بهشون دست داده، یه مقداری دیگه احتمالا یا همسرشون ازشون جدا شده، یا همسرشون فوت کرده، یا همسرشون محل نمیذاره، میگه بابا برو دنبال کار زندگی خوده. و اینا آمدن هر کدومشون برای خودشون یه ارتش را انداختن، یکیش ارتش پادشاهی را انداخته، یکیش ارتش ملی ایران را انداخته، یکیش نمیدونم ارتش بیا بیرون نگاهی بغل کن برو خونه را انداخته. اینو دروغ نمیگم، آقای تیمسار روانی است، تیمسار روحانی، برید نگاه کن. ولی این آقا رو من یه بار دیگه هم دیده بودم، بذارید بیارم این آقای اسمش چیه، اینجا اجازه بدید، آقای رضا حبیبی، و ببینیم که پیداش میکنیم. خب آقای سلیمانی هم گفته نوروز این عید باستانی را به همه دوستان و آشنایان عزیزم از صمیم قلب تبریک گفته و امیدوارم سال نو خورشیدی که در شرق آمریکا ساعت 5:58 دقیقه فلان به تحویل می شود، سالی با سلامتی، موفقیت و پیروزی برای همه ایرانیان و مردمان جهان در صلح و آرامش باشد. ما هم بهترین ها رو برای شما آرزو می کنیم و بیایم این رضا حبیبی و این ویدیو رو من به شما نشون میدم. من یادمه آن زمانی که به اصطلاح تو کاری بودیم که افرادی رو استخدام میکردیم، یه سری راننده بودن، یه سری بیان مکانیکی کنن، یه سری ویکندا آخر هفته بیان ماشین گریسکاری کنن، اینا اگه کسی پول نداشت که بره لباس کار 20 دلاری 30 دلاری بخره، یا اگه کسی نمیخواست هر هفته این لباسکارو ببره تمیز کنه بشوره و اینها و میخواست یه چیزی بپوشه کارش انجام بده بعد بندازه دور، میرفتن یه فروشگاهی بهش میگن آرمی سورپلس. سورپلس یعنی مازاد، آرمی هم یعنی ارتش، یعنی مازاد ارتش. حالا چیه؟ تو ایران من تهرون رو نمیدونم، احتمالا ناصر خسرو اینجوری بوده، ولی تو شیراز یه جایی بود بهش میگفتن گود عربان، که خود شیرازی ها تند که میگفتن میشد گود عربان. این گود عربان یه جایی بود بهش میگفتن تل علافا، حالا علافا من نمیدونم اونایی بوده که علافی میکردن میمدن، خلاصه چیزای دست دوم، چیزای کهنه ارتش، از پتوی ارتشی گرفته، پوتین ارتشی گرفته، اوورکوت ارتشی گرفته، پالتوهای ارتشی که مثل نمد بوده، اینها اونجا میفروختن و افراد بی بضاعت اینا رو میخریدن. حالا توی این آمریکا هر کی میخواست پیرن ارتشی بخره، لباس ارتشی بخره و اینها، میرفت این آرمی سورپلاس، یکشم تو اسپرینگفیلد بود و مثلا بعضیا حتی چادر به اصطلاح چتر چت بازار رو میخرن تو حیات خونهشون به عنوان چادر استفاده میکنن، خیلی قشنگه و اینجور هم نیست که قشنگ بپوشینه چون یه جایش سوراخ داره و اینها بمانه.
این به نظر میرسه تمام این ارتشی های عقب افتاده، چون اونایش که عقب افتاده نیست فهمیده که آقا این ارتش ارتشی پوشالی بود، به یه پخ اون رهبرش که اینقدر مدال آویزون کرده بود به خودش در رفت. اینا هم که گفتن وقتی که شطور بود به یک قاز، خر قیمت واقعی ندارد. این که رهبر ما بود، فرمانده سه تا قوا بود، اینجوری در رفت، دیگه از ما انتظاری نیست. اونا هم یه سرشون در رفتن، یه سرشون هم بدبخت ها اسیر شدن، کشته شدن و بمانه. این ارتش حالا میره لباس کهنه های ارتش آمریکا رو میخره، میاد میشینه جلو تلویزیون و به من و شما دستور میده که الان سیل آمده در بلوچستان و در نمیدونم سیستان و در مازندران و اینها، و چون اینها فرامود، بذار عکس بهتون نشون بدم یه لحظه اجازه بدید. فوری فوری هم هستا، یه جایی من میرفتم طرف میگفت که من اگر این چیز رو فردا میخواستم امروز میگفتم. اینه که امروز دارم میگم برای اینه که دیروز میخواستم، یعنی اینقدر عجله دارم. شما نگاه قیافه این آقا رو آقا، خب حالا خانمش موهاش رو رنگ کرده، بروسش اضاف اومده، این ابروهاش رو رنگ کرده، موهاش هم رنگ کرده، نشسته اینجا، ولی دیگه این چین و چروکای اینجا رو که شما نمیتونی حل کنی. این معلومه که اقلن 80 سال داره. حالا این آقا فوری فوری به یاری سیل زدگان مازندران بشتابید. تکاور حمید رضایی، سرباز تکاور حمید رضایی، از همون پیرانایی که گفتم $2-3 پیرن کهنه های ارتشی رو خریده، نشسته اینجا و نمیدونه که مثلا این پیرن استتار توی اینجا یا کامل فلاش که میگن، این مثلا برای آمریکا سبزه، برای ایران پیرن استتار باید اون رنگ. خب ما چون تو هوا برد بودیم، ما 7 لباس استتار داریم، تو برف اگه میپریدی سفید بود، نمیدونم یه جایی که خشک باشه اون لباس قهوه‌ای و کرمی بود، یه جایی که سبز باشه سبز و اینجوریه و بمانه. حالا این آقای تکاور چی میگه؟ دوستان واقعا آدم باید بشینه گریه کنه به حال خودش، گریه کنه به حال رضا پهلوی، چون اینا طرفدارای رضا پهلوی هم هست. از این ور میگه ارتش ملی، بعد نمیدونه اصلا ارتش ملی ما نداشتیم. ما کشوری هستیم که سرود ملی نداشتیم، سرود شاهنشاهی داشتیم. ارتش ملی نداشتیم، ارتش شاهنشاهی داشتیم. و بمانه. اولا میگه که 5 روز در مازندران سیل آمده و هیچ کس به کمک اینها نرفته. یه 2 دقیقه‌ای که حرف میزنه میگه تنها کسایی که رفتن به کمک اینها ارتشیا بودن. این احمق نمیفهمه حتی در زمان شاه، اونایی که بچه مردشت هستن یا میدونن سیل مردشت و اینها معروفه که اصلا اون پل و پلخان و اینا رو آب میگیره، برای این وقتی سیل میومد ارتش رو میفرستن اونجا، چون ارتش هست که ماشینای مخصوص داره، ریو داره، 4x4 داره، جیپ داره، اون میتونه بره. ولی مگر ارتش خودش به تنهایی میتونه بره ماشین چه مردار بره اونجا؟ باید دستور صادر بشه، تدارکات باشه. بعد چی میگه همین پیرمرد نادان حمید رضایی؟ اگه کسی میشناستش بگی که من درباره‌اش صحبت کردم، بهش بگید اگه میخواد بیاد اینجا صحبت کنه، تو من خودشم ثابت کنم که هم نادانه، هم امروز هم تو آمریکا یا هر کشوری که هست چیزی یاد نگرفته. میگه که چیزاتون رو نرید بدید به صلیب سرخ و اون هلال احمر و اینا، ببرید مستقیما بدید به ارتش. حالا گوش کنید، خودش گفته ارتش رفته کمک اینها، بعد میگه مستقیما ببرید بدید به ارتش. شما فکر کن تو شیراز هستی، دوستان شیرازی، شما فکر کنید تو تهران هستی، تهران کجا بود؟ اشتاباد بود، کجا بود این پادگان؟ مثلا 4 پتو ورداری ببری بدید دم اشتاباد. خب تا میری، اگه خیلی نزدیک بری که میشینه طرف، گفتن چی میگفتن وقتی میشه به زانو میشینه و منقاد شوتت کنه، ایست بهت میدن، دم پاسداخونه بهت ایست میدن، ایست. شما این پتو میگیرید از آقا من اومدم میخوام این پتوها رو بدم برای مازندران، طرف میخوام به من چه، ما چه کار هستیم؟ مگه ما جایی گفتیم بیایم مثلا فلان جا؟ آقا خجالت بکشید برید دنبال زندگیتون،
بچه هاتون بزرگ شدن، نوه هاتون بزرگ شدن، همه تون به پول و نمیدونم عیش و عشرتتون رسیدید، حالا هر کدومتون آمدید یه جنبشی راه انداختید و آبروی خودتون و آبروی ملت رو دارید میبرید. آقای حمید رضایی خجالت بکش. تو اگه ارتشی هستی، اگر ارتش رو قبول داری، اگه بالاتر این تیمسار روانی هستی، برو به اون بگو تو خفه شو، تو بیاد بیا زیر دست من. اگه زیر دست اون هستی، سلسله مراتب رو رعایت کن، تو برو زیر اون. حالا زیر اون یا روی اون، هر کاری میخواین، هر غلطی میخواین تو آمریکا. واقعا اصلا وقتی اینو میبینه، من برای آقا نوشتم که ارتش ملی، ارتش یک نفره، این پیرمرد که در جوانی هم مالی نبوده حالا برای ما ارتش باز کرده. بعد نوشتم این عقب افتاده، اول میگه 5 روز گذشته و هیچ کمکی به سیرزدگان نشده، چون بیمار هست و مسن هست و فراموشی داره. چند دقیقه گذشت میگه از همان دقیقه اول ارتش رفت اونجا به کمک مردم. آخه ببینید، یکی از این عقب افتاده بپرسه مگر ارتش خود به خود رفته اونجا؟ حتما دولت دستور صادر کرده. بیچاره ملتی که به انتظار رضا پهلوی و احمقهایی چون این پیر سگ خرفت نشسته باشد. حتما شما میگید چرا آقا توهین میکنی؟ آقا اینقدر آدم رو عصبانی میکنن که توهین یه چیزی، یه فریضه، یه غریزه انسانیه دیگه. آدم وقتی عصبانی میشه به خدا و پیر و پیغمبر و درخت و زمین و زمانم ممکنه فوش بده، هیچ اشکالی نداره. و اما اینم تکاور حمید رضایی، بپیوندید به ارتش اینها، ارتش ملی ایران. خب ببینیم چی براتون گذاشتیم. آها داشتم اینو میگفتم، آقا فرخ که رفتیم اونجا، تحویل سال در حافظیه، حتما دیدید که در زمان شاه جشن های فرهنگ و هنر که راه میافتاد، چند نفر ایرانی باقیش خارجی میومدن توی حافظیه مینشستن. این آقای عبدالوهاب شهیدی هم میومد اون نگاه گرمی تو بلن بلن بلن. آقا مأمور ساواک بود، موزیسین. خب میومد میزد و تمام میشد و میره. از دوره این آخوندا مردم سال تحویل سال بستگی هم داره، یعنی بستگی نداره کی باشه، شب، روز، وقت، بی وقت، میرن اونجا میشینن سر قبر حافظ، کتاب حافظ میخونن، با هم شیرینی میخورن و اینا، و تحویل سال رو اونجا جشن میگیرن. درست همون کاری که تو پاسارگاد انجام میدن اونا. و شما یکیتون به من بگید که مثلا یه سالی قبل از 40 سال پیش رفته باشید پاسارگاد برای سال عید. آقا مهمون از تهران میومد برای ما، ورشون میداشت که میرفتیم تخت جمشید، میرفتیم پاسارگاد، بعد که میمدیم هر کسی با روشو میکرد اون ور، هر کسی بره پشت یه درختی بره جیش کنه. یه توالت نبود، یه دستشویی نبود، یه امکاناتی نبود. خود اینایی که مأمور شاه هستن برید ببینید چی میگه. میگه من و فلانی رو فرستاد شیراز، بریم شیراز ببینیم این مهمونا رو که میخوایم دعوت کنیم. گفت نگاه کردیم دیدیم شیراز 2 تا هتل داره و این اصلا تکاپو نمیکنه. بعد اون چادرای گرون را انداختن. آقا نبود، خانم نبود، به خدا نبود، به دین نبود. نکنید خودتون اذیت نکنید، ما رو اذیت نکنید. بگید نبود، غلط بود، اشتباه بود، به اینجا رسیدیم، و بگید میخوایم از فردا درستش کنیم، برید دنبالش درستش کنیم. بمانه بیاین تحویل سال رو ببینید در به اصطلاح حافظیه تو شیراز، به این مقبره حافظیه میگن، حافظیه. و ببین خانم ها چطور در جای عمومی بی حجابن. این یک مقاومت منفی و اعتراض است. من نمیفهمم چرا شما میگید مقاومت منفی، این مقاومته. حالا دیگه این مقاومت منفی اینا رو از دوره مصدق هم شروع کرده بودن، نمیدونم اقتصاد من اقتصاد یه چیزی اینجوری میگفتن، همین چیزای وارونا و منفی به این روز اومد. آقا مقاومت مقاومت دیگه، مقاومت منفی نمیشه که، به نظر من نیروه دیگه، میاد بیرون و مقاومت میکنه در برابر یه چیزی. و اما آیا آخوندها این را میفهمن که از گرده شیطون پایین بیان، یا مانند همه حکمرانان خودرای و دیکتاتور خود و همه چیز را به خاک و خون میکشن؟ ببین به نظر من این آخوندها اتفاقا چون میفهمن مردم رو اینجوری نگه میدارن، مردم رو به مرگ گرفتن که مردم رضایت بدن به تب.
شما ببینید وقتی به این میگه حجاب اجباری، خانمه وقتی یه لباس تنگ میپوشه یا پیرنش آسینش الان آسین خانوما اومده تا اینجا، اینا فکر میکنن حالا دارن مقاومت میکنن، به خیاب به فکرشون یا به گفته شما مقاومت منفی میکنن. این خوشحاله، آخوندم خوشحال. من چیز فوقلاده ای تو نمیبینم که بگید الان چون این امروز رفته اینجوری اتفاق بیفته. تازه آخرش برسه اونجا میشه اونا نگه داشتن جلو حرکت مردم، جلو آزادی مردم، و اونا موفق شدن. مردمی که 40 سال پیش آزادی های اجتماعی داشتن، خانمه دختر با هر لباس میخواست بره بیرون، حتی پدرش جرأت نمیکرد بهش بگی نه. امروز شما ببینید اگه پدر مادرش هم موافق باشن، میاد تو خیابون، تو خیابون بهش حمله میکنه. حالا یا حمله لفظی یا حمله برسن. من فکر کنم تو این بازی زشت فعلا آخونده برنده بودن. نظر شما چیه دوستان؟ میدونم شما روزای معمولی تنبل هستید، نظر نمیدید. حالا که دیگه عیدم آمده و عید اومد، بهار اومد، میرم به صحرا، همه رفتید به صحرا. این برنامه رو با هم ببینیم و امیدوار باشیم که این ویدیوها رو What do you want to do with this video? Open. ببینیم حالا چی میشه. ببخشید اگه یک کم صدا بلنده، برای که این ویدیوها هر کدومش یه جوری باید. مثلا این یکی با تلفن فیلم برداری شده و ما هم هرچی به مردم گفتیم آقا خانم تلفناتون رو افقی نگه دارید و این عمودی رو ول کنید، بعد دیدین ایداد بیداد اینستاگرام به همه میگه تلفناتون رو از اینجوری بگیرید. و ببینید این خانم ها خیلی هم معمولا بیشتر خانم ها هستن. همینه تا آخرش. اون وقتا هم گفتم مثل حموم زنونه که همینجور پچ پچ میکنن و صحبت میکنن و یک همهمه خاصی تو گوش آدم صدا میده. و اما میگن خانم جیلانی سال خوک سال ثروت میباشد. حالا برای کی ثروت؟ برای پولدارا یا برای بی پولا؟ صحبت از اسرائیل شد و فلسطین شد و مقاومت مردم اینجا در مقابل ایپک، این به اصطلاح پالیتیکا کمیتی یا اکشن کمیتی، اینا یعنی که به هر اسمی یه شرکتی چیزی باز میکنن و پشتش همه همون صهیونیستای اسرائیل هستن. اینجا رو اگه شما نگاه کنید، این آقای لینزی گرام رفته اونجا بالای بلندی های جولان، میگه که واکنش تند سوریه به ترامپ بلندی های جولان را از اسرائیل باز پس میگیرد. از سوی دیگر رویترز به نقل از رسانه های ایران نوشت که تهران ضمن ابراز نگرانی از رویکرد آمریکا در قبال حاکمیت اسرائیل بر جولان، تصمیم کاخ سفید در این و این مقاله های یورو نیوز هم به نظر من خیلی بده، باید اقلا یه پاراگرافش رو بنویسه تا بتونی بخونی. میخونی میرسه به اینجا، بعد باید بزنی ورقش رو بیاری اینجا، بعد حالا ببینیم میره بالا نه رفت یه جای دیگه. خب بله اینجاست. واکنش تند سوریه، اشتراک خبرنامه، دولت سوریه در واکنشی تند چنین و چنان و اینها. بعد میگه در بیانیه دولت سوریه که توسط خبرگزار رسمی این کشور منتشر شده، یک مقام مسئول در وزارت امور خارجه این کشور موضع آمریکا در قبال جولان را به عنوان نوعی جانبداری بدون منطق و تعصب کور ایالات متحده در قبال اسرائیل قلمداد و تأکید کرده است. این گونه
اظهار نظرها نمیتواند سبب تغییر حقایق موجود در جولان شود و این منطقه برای همیشه عربی و متعلق به سوریه باقی خواهد ماند. در بیانیه همچنین تصریح شده است مردم سوریه مصمم هستند تا از طریق کلیه راه‌ها و امکانات موجود این بخش از سرزمین خود را باز پس گیرند. دمشق همچنین در ادامه تصمیم در به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر جولان را ناقض قوانین بین المللی ارزیابی کرده است. واکنش ایران از سوی دیگر رویترز به نقل از منابع رسانه‌ای در ایران اعلام کرده است که تهران ضمن ابراز نگرانی از رویکرد آمریکا در قبال حاکمیت اسرائیل بر جولان، تصمیم کاخ سفید در این خصوص را نیز غیر مشروع و غیر قابل پذیرش توصیف کرده است. حالا انگار که اینا رفتن از اونا فتوا بگیرن که این مشروع هست یا نه. Something missing on this page. Okay, got it. و میایم اینجا یه خبر دیگه هم اینجا بود میخواستم براتون بخونم. توی نیوزلند بهتون گفتم که اسلحه‌های سمی آتوماتیک، بعضی ها سمی آتوماتیک هم میگن، اینا رو به اصطلاح گفتن بیارین بدین بهتون پول میدیم، حدود 140 میلیون دلار هم میگن ممکنه خرج برداره برای دولت، ولی دولت گفته اون خرج رو با جان و دل میدیم که از این اتفاقات دیگه نیفته. زنان نیوزیلند در حمایت از مسلمانان روسری سر کردن. بله اینم این نبیه بری به پمپاو گفته تحریم حزب الله بر لبنان تبعات منفی دارد. این حزب الله و اون یکی دیگه هم گفتم بهتون، یکیش تو فلسطین یکیش تو لبنان، اینا دستاوردهای دموکراسی با اسلحه ای که جورج بوش و به اصطلاح اون ادمینستریشن نادانش رفتند و به اینجا کشید که الان میبینید این کشورها رو داغون کرده. خب آقای احمد پاکزاد گفته که جناب سوربی عید شما هم مبارک. خیلی ممنون، عید شما هم مبارک، سال نوتون پیروز. و این هم پاک کنیم بیان ببینیم دیگه براتون چی گذاشتیم. اینجا میگه با عرض تبریک، خیلی ممنون. و امروز هم ما برنامه رو یکم زودتر شروع کردیم، یکم هم زودتر تموم میکنیم تا بریم به کار و زندگی برسیم، شماها برید به دید و بازدید برسید. اگر از خانم پروین زمانی خبری شد یه برنامه میذاریم به اصطلاح حالا یا ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ما یا 5 بعد از ظهر به وقت ما، چون ساعت 4 تا 5 آقای حسن ارشاد 217مین برنامه خودشون رو از ایران برای شما فرستادن، ما هم از اینجا پخش میکنیم. و اما سال تحویل تون بهار، بهار دلنشین. امروز آقای هوشنگ آریانپور یک ویدیویی رو برای من فرستاد که این آهنگ بهار دلنشین که آقای بنان خونده بود، ای بهار دلنشین، اینها این رو یک کنسرت یک ارکستری نوشتن که توی کجا اجرا کرده، بذارید براتون پخشش کنم. به خاطر دارید در ایران آواز این آهنگ را زنده‌یاد غلام حسین بنان اجرا کرد. ترانه از بیژن ترقی، آهنگ از روح الله خالقی با اجرای گروه همخوانی بهار به رهبری آرش فولادوند. بعد میگه که تا بهار دلنشین آمد سوی چمن، ای بهار آرزو بر سرم سایه فکن، چون نسیم نوبهار بر آشیانم کن گذر، تا که گلباران شود کلبه ویران من. تا بهار زندگی آمد بیا آرام جان، تا نسیم از سوی گل آمد بیا دامن کشان، چون سپندم بر سر آتش نشان بنشیندمی، چون سرشک اندر کنار بنشان سوز نهان. خلاصه از همون آهنگا، ولی این اجراشو فکر کنم توی یا فنلاند یا هلند انجام دادن. بذارید ببینم کجا هست، اینو یه قسمت شما نشون بدیم که اینا باز یادمون نگیرن.
باز به نظر من مثل همیشه اون اوریجینال یا اجرای اولیش قشنگتر، دلنشینتر، چون ما با اونا بزرگ شدیم. در پاریس، بله، خانم جیلانی گفتن که در پاریس اجرا شده. مرسی. ممنون که این دوستان تونستن حتی در کشورهای اروپایی و هر جایی که هستن عده‌ای رو جذب و جلب و تشویق به این کار بکنن، ولی خودتون رو بزنین جای اون بیچارهایی که نشستن تو این کلیسا. مثل این میمونه که من برم اپرا، اپرا وقتی شما میرید دمدارم یک دفتری بهت میدن که داستان اینه، این اینه، این اینه، ولی من که یه سری فقط جیغ و جاغ میشنم و اصلا لذت نمیبرم. حالا میدونم خانم خانم جیلانی چون طرفدار یانی هم هست، حالا میگه بابا این سرمی اصلا روزی که هنر پخش میکردن این دیر رسیده و سهمی دریافت نکرده. ولی واقعا میگم من خودم مثلا این شعر رو وقتی بنان میخونه، همون یه نفر کار تمام این گروه کور و اینا رو انجام میده، به نظر من قشنگتره. نظرها میتونن گوناگون و متفاوت باشن و هیچ بحثی و دعوایی با هم نداری. بذارید حالا که خانم پروین زمانی نیستن اینجا، ما این آخرین ایمیلی که ایشون برای من فرستاده به صورت اتوماتیک آمده به شما نشون بدم. کار خوبیه وقتی میرید مسافرت یا نیستید و اینا، به این وسیله به دوستانتون به اصطلاح بگید که ایمیل شما دریافت شد، اونا میفهمن شما وقتی اینجوری ایمیل فرستادید احتمالاً نیستید که جواب بدید. نوشتن میازار موری که دانه کش است، محیط زیست را پاک نگهدار، بعد با احترامات فائقه و اینها، بعد نوشتن تلفن ایران 0939 739 77 76، تلفن آمریکا 818 450 67 44، تلگرام و واتساپ همین شماره تلفن 818 450 67 44. وبسایتشون خیلی جالبه، همسرجون.com. بعد یک برنامه هم فرستادن که منحرفان جنسی در فضای مجازی و تغییر هویت زن. اگر امروز نتونیم با ایشون مصاحبه کنیم، این فیلم رو به اصطلاح میذاریم نشون میدیم تا روزی که بتونیم با ایشون مصاحبه داشته باشیم. ضمناً احتمالاً آقای لادن هم چون ایام عید هست تصمیم گرفتن که امروز برنامه نداشته باشن، چون من بهشون تبریک گفتم ولی دیدم چیزی راجع به برنامه جمعه نگفتن. بعضی وقتا بد نیست یکی دو روز همه آف بگیریم، تعطیلی، هم خودمون به اصطلاح اینجا میگن ریفرش، انرژی بگیریم، هم به شماها یه وقتی رو بدیم که دوتا حس داره واقعا. یا اینکه اگه از دست ما خسته شده باشید میگید اوف راحت شدم، ما یه روز این کلمون رو نمیبره، مخ میزنه، تو ایران میگن مخ میزنه. یا اگر واقعا برنامه ما خیلی عالی و دلچسب باشه، اولا شما اون روز قدر ما رو میدونید، میگه آخ دلم تنگ شده برای سوربیا نیستش. در هر دو صورت هم برای شما خوبه هم برای من خوبه. آمریکا اصلا رسم اینجا، البته احتمالا اگه صحبتی بشه از این خانم زمانی سوال میکنیم، اینا خیلی وقتا مردا و زنا، دختر دوست، دختر دوست پسرا، گاهی وقتی یه دفعه میگن از هم جدا بشیم، یک کم وقت برای خودم میخوام، وقت برای خودم میخوام، نمیدونم. در صورت اینم میپرسیم از ایشون. حالا ما هم بعضی وقتا باید به شما بریک بدیم، استراحت بدیم. و یه چیز جالب دیروز شنیدم، ساعتای قدیمی یادتونه، من الان اینجا یکیشو دارم، حالا همچین قدیمی هم نیستم، که سه تا عقربه داره، یکیش برای ساعته، یکیش برای دقیقه است و یکیش هم برای ثانیه. بعضی ها دیگه این ثانیه رو هم نداشت،
دو تا عقربه بود، یکی برای ساعت، یکی فلان. شما نگاه میکنی مثلا الان میبینی اینجا 2:40، اونم بله نشون میده 2:40، و اون نشون میده 1:40. هنوز عوضش نکردم به ساعت جدید. بمانه، دیروز تلویزیون میگفت که بچه ها یا این نسل جوان بلد نیستن این ساعت ها رو بخونن، چون از روزی که دنیا اومده کامپیوتری ساعت داره، تلفنی ساعت داره، مدرسه تلفن دیجیتاله، همه چی دیجیتاله. گفت این ساعت ها داره از بین میره. بعد حتی مسخره کرد این بیگ بن تو انگلستان که اون ساعت بزرگ و اون برج بزرگ اونجا هست، اون رو هم برداشته بود از این دیجیتالیا نشون میداد که مثلا می نویسه ساعت مثلا 2:41 به جایی که شما عقربه ها رو ببینید. حالا اینم هیچ اشکالی نداره، به اینا میشه شما بگید جبر زمان. شما همین الان اگر یک نوار تیپ، نوار کاست بدی به بچت یا بدی به نوت، اصلا نگاه میکنه میگه این چیه. الان دیگه سی دی اگه بهشون بدی میگه این چیه. واقعا سی دی هم دیگه بر افتاد، نوار تیپ بر افتاد، اون نوارهای دیسک بر افتاد. حالا اگه بیاد یه نواری که مثلا مال زمان پدرمون بود، نوارهای بود اینجوری ضبط صوت که میخواستن بیارن میومد اینجوری میکشیدش، بلدم بود از کجاها رد کنه، اینجا وصلش میکرد، یه دو دورم میچرخون پیش خیش 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 که صفت بشه، بعد میزد اون نوارا، بعد یه مدت هم پاره میشد اینا. اونو به یکی نشون بده میگه این چیه. ولی سیستم همه اینا یکی بوده که مرور زمان شامل شده و عوضش کرده. اینم از این. آقای رضا حبیبی ممنونم، ارتش ملی ایران رو بهتون نشون دادم. به احتمال زیاد این ارتش یک نفرن، و چون این آقا پیره میشه بگید نیم نفرن، چون مریضه میشه بگید یه چهارم نفرن، چون فراموشی داره میشه بگید ارتش پوچ هیچ نفر است. این هم از این. خب موزیک عید نوروز برای کودکان کم سن و سال میخوام بذارم براتون، بذارید ببینید. عید نوروز برای کودکان کم سن و سال، نمیدونم چرا اینو ندیده بودم تا الان، ولی خوشحالم که حالا دیدمشو. برای نوامون، برای بچه های دیگه کوچولو بذاریم ببینیم چیه. پیر سکه و سبزه و سیب، یک دو سه چهار پنج شیش هفت، سرمای زمستونم رفت، عید اومده دوباره، شادی و خنده میاره. ماجرای هفت سین هست و اینها. خب اینم خوبه. من میدونید تا اسم یوتیوب میاد سعی میکنم یوتیوب رو نشون ندم، و فقط اونقدری که چیز هست به اصطلاح لیگال یا قانونی هست بهش میگن fair usage. شما هم اگر یه چیزی رو اینجوری نشون میده کمتر از 2 دقیقه از یوتیوب یقتون رو میگیره، میتونید چیز کنید به اصطلاح اعتراض کنید یا انتقاد کنید که آقا این fair usage، مثلا من اینو نشون دادم کپی رایت اینا رو استفاده نکردم. الان 4 نفر میرن دنبال این که برای بچه هاشون پخش کنن، به نفع اونه که اینو گذاشته، یعنی من تبلیغ مجانی کردم، نه اینکه من همه رو نشون دادم. روز چهارشنبه متاسفانه ما این کار انجام دادیم، کار زشتی هم هست، ولی من تعجب میکنم کسانی که برنامه هاشون همش اینجوریه. اتفاقا اون روز گفتم عجب کار آسونیه، نمیخواد برنامه ای تهیه کنی، نمیخواد چیزی بنویسی، یادداشت بنویسی، میای بشینی اینجا هرچه پیش آمد خوش آمد، و بعدم نوارای مردم که ضبط کردن میذاری، جوکایی که فرستادن میذاری، ماکسیموش سری میزنی به جوکستان، سری میزنی به شوخی های خوشمزه ایرانی فلان اینا پیدا میکنی. بعد دیدم نه آقا، اصل کار غلطه. آقا اگر نداری برنامه ای، برنامه اجرا نکن، بذار مردم خودشون برن پیدا کنن و حق به حق دار برسه. در اصل از یکایک شما دوستان عزیز ممنون، متشکرم. امروز چون برنامه رو زودتر شروع کردیم زودتر تموم میکنم، و اگر خانم زمانی تصمیم بگیرن امروز برنامه داشته باشن باز ممکنه برنامه داشته باشیم. اگر آقای لادن، نه احتمالاً آقای لادن خیلی مرتبه، قبلش میگن، حتی میگن درباره چه تاپیکی میخوان صحبت کنن، چون چیز هست احتمالاً تا هفته آینده ایشون هم به من و شما و خودشون مرخصی دادن. من باز هم سال نو رو به شما تبریک میگم، امیدوارم سالی بهتر باشه، سالی که
این ذکر مصیبت ها تموم بشه، نه کم بشه ها، اصلا تموم بشه. چون دیگه ما فهمیدیم بعد از 40 سال ذکر مصیبت به هیچ جایی نمیرسیم و ذکر مصیبت همین کاری که آخوندام انجام میدن، اونا از بابتش دارن نون میخورن، این آقا نشسته برید به ارتش کمکاتونو برسونید، این عزیزان هموطن ما. مردک خودت چه کار کردی؟ خودت کجا هستی؟ خودت نشستی تو کالیفرنیا یا خودت نشستی تو ترکیه یا خودت نشستی تو اروپا به مردم میگید برید کمک کنید؟ اقلا اگه کسی میخواد این کارو کنه مثل تختی راه میفته میره تو خیابون کمک های مردم رو جمع میکنه، بعد قراره کجا ببرن، چجوری ببرن و الی آخر. در صورت دوستان عزیز، این هم از این ماجرا، و ببینیم دیگه چی داریم براتون. اینجا یه کمی خالی کنیم این ماجراهای گوگل وایس. پتیک رو پخش کردیم، این دوچه وله که خارش خیلی وله نشون بدیم ببینیم چیه. میگه که صدها کشیش از کودکان سوء استفاده جنسی کرده هم. و میگه یک دفتر حقوقی در ایالت ایلینوی آمریکا نام صدها کشیش کاتولیک را منتشر کرده و گفته است که آنها در دهه‌های اخیر از کودکان سوء استفاده کردند. برخی از قلمروهای اسقفی این گزارش را تکذیب کردند. دفتر حقوقی جف اندرسون در شیکاگو نام صدها کشیش کاتولیک را منتشر کرده و مدعی شده که آنها در طول نیم قرن گذشته از کودکان بیشماری سوء استفاده کردند. کاردینال مارکس گفته به پنهانکاری درباره تعرض جنسی پایان دهید. دفتر حقوقی یاد شده وکالت بسیاری از کودکان را به عهده گرفته است. اینجا به این صورته که وقتی یه همچین کیسی هست، طرف اعلام میکنه تو رادیو تلویزیون، هر کسی که به اصطلاح بهش تجاوز شده، بهش آزار و اذیت جنسی شده، به دفتر وکالت ما مراجعه کنه. و اونجا که میان اول خودشون چنان این بنده خدا رو زیر سوال و اینا میذارن که مطمئن بشن این درست میگه و برای اونها مسئولیتی نخواهد داشت. بعد میان میگن به اصطلاح شکایت های دست جمعی درست میکنن و میرن به دادگاه. و اما افغانستان، مراسم نوروز مزار شریف در فضای امنیتی با حضور اشرف غنی برگزار شد. محمد عاطف آریان خبرنگار یورونیوز از مزار شریف گزارش می‌دهد. شهر مزار شریف افغانستان که همه ساله میزبان هزاران شهروند افغان برای جشن نوروز است، امسال میزبان نخستین حضور محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور. من حواسم رفته تو این درخته، نگاه کنید آدم ها کجا رفتن، تو رو خدا نگاه کنید. بله، رئیس جمهوری این کشور در مرکز ولایت بلخ افغانستان بود. در این مراسم علاوه بر رئیس جمهوری، وزرا و دیپلمات های کشورهای خارجی حضور داشتند. این مراسم بر اساس سنت مردم این منطقه با برافراشتن علم روزه مبارک زیارتی منصوب به حضرت علی جشن گرفته شد. نوروز امسال در مزار شریف در فضای امنیتی برگزار شد و میزان حضور مردم نیز نسبت به سالهای پیش کمتر بود. با اینکه مرقد امام نخست شیعیان در شهر نجف عراق واقع شده است، اما مزاری در شهر مزار شریف ولایت بلخ منتسب به اوست. گنبد آبی دوقلو بر مزار امام نخست شیعیان در این شهر یکی از نمادهای مذهبی و تاریخی افغانستان به شمار میاد. حالا مزار شریف رو ول کن، شما این مردم رو نگاه کنید. فنس گذاشتن و ببین فنس چقدر بلنده، ولی اینا از اون فنس هم رفتن اون و به اصطلاح باز خودشونو میرسونن اونجایی که میخوان.
اینم از این ماجرا. و اما در مراسم سال جدید خورشیدی، آقای غنی در سخنرانی خود گفت سال 1398 سال انتخابات ریاست جمهوری است. در سابق مردم از پادشاه گردشی ترس داشتند. امروز به اراده مردم عالی ترین مقام کشور که ریاست جمهوری افغانستان است بر اساس اراده شفاف مردم انتخاب می شود. دوران اربابی گذشته و دوران خدمت ملی است. این آقا اولا انگلیسی صحبت میکنه، خیلی ها میگن اینم مثل اون حمید کارزای بود که بود نوکر آمریکاست، ولی یه جایی پاشو زمین گذاشت و به آمریکا و اینها گفت که شماها باید برین تا ما تکلیف خودمون رو بدونیم و بفهمیم که کجای کار هستیم. این هم از افغانستان و مزار شریف و دیدار آقای اشرف غنی. و اما بله، یه دوستی داریم آقای فرهمند، دیروز برای من نوشت که هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز و اینها، و گفتم اگه یه اسمم بنویسید بد نیست. گفت منم دیگه. گفتم بابا اون جوکه بود، گفت من میرم حالا تهرون در میزنم میگم منم، وقتی در باز میکنن میبینن منم، منم. خب بنویس کی هستی؟ من نمیدونم چرا ما عادت نکردیم اسممون رو بنویسیم زیر چیزایی که ارسال میکنیم. فکر میکنن همه شماره ها رو من حفظم، فکر میکنن همه ایمیل ها، همه دستخط ها رو من میشناسم. نه، اینجوری نیست. دوستمون از خلیج فارس نوشته که میدونید که در شب عید دعایی که میخونن این هست که ای تغییر دهنده دلها و نگاه ها، بعدش میگن یا مغلب القلوب و الاحبار، همینه، ای تغییر دهنده دلها و نگاه ها، تومان ما را امسال به دلار تغییر بده. گرانی دلار هم در ایران مردم رو واقعا فلج کرده. و پیام ترامپ به مردم ایران این بود که من براتون دعا میکنم. اینایی که احمقانه رفتن دنبال ترامپ، اینایی که دل خوش کردن به حرفای بیهوده ترامپ، ترامپ حالا نشسته میگه که من براتون دعا میکنم. اگر به دعای گربه سیاه بارون میمد که وضع خیلی خوب. و اما پوتین کاتالیزور بهبود روابط ایران و اسرائیل. اینم میخونیم و از شما خداحافظی میکنیم و دوشنبه با شما خواهیم بود، مگر اینکه خانم زمانی به اصطلاح حاضر باشن. امروز ساعت 6 بعد از ظهر با شما باشن. مجید میگه من وقتی افغانستان رو میبینم خوشحال میشم که از خودمون و از خرابتر هم هست. پوتین کاتالیزور بهبود روابط ایران و اسرائیل. خبرنگار اسرائیلی نوشت که حضور نظامی ایران در سوریه در نزدیکی مرز شمالی با اسرائیل میتواند درگیری مسلحانه میان دو کشور را تحریک کند. اسپاتنیک به نقل از روزنامه هارتز چاپ اسرائیل می نویسد نه ایران و نه اسرائیل با اراده خود موضوع منافع امنیت ملی را به کرملین واگذار می کنند. نه ایران و نه اسرائیل با اما در درگیری های سوریه آنها نیاز به یک واسطه دارند. اسرائیلی ها معتقدند اگرچه روسیه دستور کار خود در سوریه را و جاه طلبی های منطقه دارد، اسرائیل و ایران گزینه های دیگری ندارد. این روزنامه ادامه داد انقلاب 1979 نه تنها ایران را به جمهوری اسلامی تبدیل کرد، بلکه نقطه عطفی برای سیاست خارجی این کشور شد، مخصوصا در روابط با اسرائیل. سال هاست که خصومت ایران در مورد اسرائیل در اظهارات ضد یهودی مداوم رهبران ایران بازتاب می شده. آنها هولوکاست را انکار می کنند. این امر منجر به تشدید واکنش اسرائیل و انتقامگیری ایران می شد. ایران تمام این مدت از رویارویی مستقیم با اسرائیل اجتناب کرد، اما در این حال مقدمات پشتیبانی جدی نظامی، مالی و سیاسی از حزب‌الله و گروه‌های تروریستی فلسطینی در جریان عملیات علیه اسرائیل یهودیان را بر اساس اینکه مطابق بهتون بگم آمریکا یعنی رفته بیرون، حقیقتاً این روسیه داره در جهان نقش سوپر پاور رو به اصطلاح اجرا میکنه. و اما یک ویدیو، یک سری عکس بهتون نشون بدم از
جزیره کیش. جزیره کیش میدونید که بهش میگن منطقه آزاد اگه اشتباه نکنم، و اونجا حتی توریست های خارجی میرن و میان، و این هم عکس ها از اونجاست. چه آب زیبایی. و ببینیم که بله، خب خانم ها اونجا که میرن آزادترن، عکس هایی که میگیرن قشنگتر و رنگیتر و بهتر. و این هم بازی عکس دیگه، این هم بله، این دوتا جالبه. اینا نشستن، این توریست های خارجی که حالا قرار روسری سرشون باشه، اینا رو به عنوان روسری، ولی پاها برهنه و عادت میشه دیگه، یواش یواش اونا هم عادت میکنن. اینم توی فروشگاه ها و مال و بازار و مارکت. و اما این از همش جالب تره، این آقای بابا شورت تو یکم بکش بالاتر که قشنگ بیاد روی سینت هم بگیره. جالبه این جورابا، هیچ که اینجا این جورابا رو با شورت نمی پوشه. و من اینجا خیلی خنده دار. خب اینم جالبه، اینها هم قواسی میکنن. کیش دایوینگ، مثلا کلاسای قواسی و چیز گذاشتن. اینم باز ورزش‌های دیگه، سرگرمی‌های دیگه. و اینم اپکامینگ یانگ اکترس، خانم ماهور الوند. خب ما میریم دوستان، ولی دوشنبه با شما خواهیم بود. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. اگر برنامه‌ای رو دوست دارید، ویدیوهایی رو دوست دارید، مثل ویدیوی آقای شهرام ایران بومی رو که من دوست دارم خودم پخش میکنم، شما هم میتونید ویدیوهای مردم رو، ویدیوهای دیگران رو حمایت کنید، اسپانسر بشین، ما براتون پخش میکنیم در تلویزیون مردم، در فیسبوک. و اما صحبت از ویدیو شو نباید به این آسونی بذارم. آقای سهراب چمنارا، آقای سهراب چمنارا مهندسی هستن که در کار برق مهارت خاصی دارن، چند تا نیروگاه درست کردن حتی تو هندوستان و اینها، و اینجا هم یک گروهی رو برداشتن بردن ایران و فکر میکردن، اونم مثل آقای هوشنگ امیر احمدی فکر میکرد که با این آخوندا و با این سیستم میشه با صحبت یا از در صحبت وارد شد، آمد داخل، ولی متوجه شدن که همچین چیزی نمیشه. و اینها حالا یه کتابایی نوشتن و ویدیوهای هفتگی دارن، گهگاهی یه ویدیوی کوتاه درست میکنن، پخش میکنن. اینها ویدیویی که برای من پریروز فرستادن داستان جمشید هست، خیلی جالبه. یعنی من خب همه فردوسی رو بلد نیستم، چون اصلا این کتاب رو اونجوری که باید شاید مثل دوستان به عنوان کتاب تاریخ قبول ندارم. این یک کتابیه مثل داستانهای دیگهی که نمیدونم شکسپیر نوشته، به اصطلاح نویسنده‌های دیگه نوشتن، و هر کشوری این نوع اسطوره ها و داستان ها و بزرگ نمایی ها رو داره، ولی هیچ کدومشون به جای تاریخ استفاده نمیکنه. ولی من میبینم این دوستان ما قشنگ اینا رو میان منطبق بر تاریخ میکنن. حتی وقتی من برای آقای چمنارا نوشتم آقا خب این که داستانه، شما یه سری داستان رو بعد میگید ما ایرانی ها اینجوری بودیم، آقا نبوده. تازه همین جمشیدی که شما میگید، یه آدمی که میگید انقدر خوب بوده، همچین که قدرتمند شد دیوونه شد. مثل کی؟ چقدر برم عقب؟ 40 سال برم عقب؟ مثل آقای خمینی. چقدر برم عقب؟ 37 سال برم عقب؟ آقا مثل شاه. چقدر برم عقب؟ یه 5-20 سال دیگه برم عقب؟ مثل آقای رضا شاه. همه اینا آدمای خوبی بودن وقتی اول اومدن، یا تظاهر میکردن که خوبن. یکیش باید تظاهر باشه، یکیش اصلشه. خوب بودنشون تظاهره یا بد بودنشون تظاهر فلان. در هر صورت اگه بگی آقای رضا خان میر پنج آدم خوبی بوده، ما باهاتیم. تا اونجایی که شروع کرد دهات از مردم گرفت، قلدر بازی در آورد، یاران نزدیک خودش رو که کمکش کرده بودن، دانش خودشون رو در اختیار این گذاشته بودن که دولت موفقی باشه، یا کشت یا خانه نشین کرد یا از خودش دور کرد. این رضاش. رضا محمد رضا پهلوی که یه درجه از این زرنگتر بود، از همون اول افراد نادان متملق رو دور خودش جمع کرد و برای اینا نمایش میداد که ایشون از پشکل تا بمب اتم رو میدونه. میان سراغ خمینی.
خمینی هم به دروغ به مردم گفت من چنین میکنم چنان میکنم، مردم رو گول زد. وقتی آمد اونجا گفت شما چقدر ساده هستی که حرف دروغ رو تشخیص نمیدید. دروغ گفتم، تغییر کردم. خب این همین. حالا آقای چمنارای عزیز، ماجرای جمشید با اینا چه فرقی میکنه؟ اولا شما میگی جمشید 150 سال عمر کرد. خب این چه تفاوتی داره با داستان دروغ نوح که 900 سال عمر کرد و بعد همه موجودات رو یکی زوج زوج کرد توی قایقی توی کشتی که معلوم نیست از کجا بوده کجا؟ اونا مذهبی ها ادیان دلشون خوش به یه مش داستان دروغ، شما دوستان دلتون خوش به یه مش داستان دروغ، و اگر یه بیچاره ساده لوح شیرازی آمد و خواست حقیقت بگه این میشه چی میگن؟ گاو پیشونی سفید. در صورت اینم آقای چمنارا ویدیوی ایشون رو من نشون میدم. خوشنودی میگه چه زود تشریف میبرید. برنامه رو زود شروع کردم، یکم هم حالم خوب نیست، حقیقت خسته هستم و اینجا هوا یه دو روز انقدر گرم شد یه دفعه سرد باد اینها، ما هم دیگه بدنمون نمیتونه. اتفاقا امروز واقعا به این فکر بودم که شما کالیفرنیایا خیلی اسپویل هستید، خیلی لوس بار اومدید. هوا میگن اونجا همیشه آفتاب و 70 درجه و فلان اینها، نمیدونم واقعا. البته بعضیاتون هم میگن آقا خسته شدیم از این هوای خوب، کاش که یه بادی بیاد، کاش که یه گرمایی بیاد. بشر هر جا باشه شکایت میکنه، بهشت هم باشیم نقنق میکنیم. بله، همچنین پیام نوروزی مرا به شکلی که خواستی پخش کن که روح فردوسی را هم شاد کرده باشه. چشم، ما پخش کردیم، بازم پخش میکنیم و این ویدیو را هم اینجا بهتون نشون میدم دوستان که آقای چمنارا روی فیسبوک گذاشتم، روی بالاترین گذاشتم، روی یکی دیگرش گذاشتم و توییتر گذاشتم. حالا یه قسمتش هم برای شما پخش میکنم. نوروز مبارک، سال نو مبارک. سال گذشته هرچند سال پرماجرایی برای ما ایرانیان بود، ولی سفره هفت سین امسال ما با توجه به فداکاری و مبارزات زنان باید نشانی از آن مبارزات فداکاری داشته باشه. از این رو سفره هفت سین امسال ما یک روسری بر سر دار همچنین بهش اضافه شد. نوروز عید باستانی ما ایرانیانه و قدمت آن به پادشاهی جمشید. همینجا وایسا آقای چمنارا، آخوندا که روسری رو سر خانما میکنن، شما که تازه میخواین ازشون قدردانی کنید، یک روسری بر سر دار بر سر سفره نکنید آقا، نسازید والا. در صورت آقای چمنارا اسمشون رو که بنویسید یا chamanara.net ویدیوهاشون کتاباشون رو مجانن در اختیار شما میذارن. دوستان اگر بار گران بودیم و رفتیم، اگر نامهربان بودید ما رفتیم، حمایت فراموش نشه. تلویزیون مردم، از مردم، با مردم، برای مردم و با حمایت مردم. تا حالا 20 سال من دوام آوردم تلویزیون مردم، از روزی که ما با حمایت شما به اصطلاح این مخارج کمی که داره گذروندیم، از 2006 تا امروزه که 13 سال هست، من باید 13 بار از شما تشکر کنم. اینم برای 13 بدر امسال. روز روزگار بر شما خوش. حالا ببینیم آقای چمنارا هم اگر یه وقت دوست داشتن با هم کلکل کنیم. البته الان چند مدت ایشون میگه من دیگه مصاحبه و کلکل و اینها نمی کنم. آقای خسرو بهرامی نوشتن سرو جان سال نو شما و خانواده محترمتان مبارک باد. من هم به شما سال نو رو تبریک میگم، خیلی ممنون، متشکرم و برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. و ایشون یک عکس زیبا هم فرستادن، این عکس رو هم بهتون نشون میدم که خیلی قشنگه و چای میریزن و
حبوب چی میگن به این نخود و نمیدونم کشمش و گردو و اینها، تنقلات، تنقلات هم هست و دیگه ببینم چیه، یه چیز دیگه هم، سه تا پیامیشون فرستاده. آها این هم یه عکسه که have a fresh day، این البته نشته good morning، ولی میگن آدمایی که مثبت هستند و با انرژی همیشه براشون صبح هست. پس بذارید ما هم به شما بگیم good morning و ازتون خداحافظی کنیم، چون بالاخره باور داریم یه جایی صبح هست، امیدواریم صبح خوبی باشه، هم good morning باشه هم صبح بخیر. روز و روزگار بر شما دوستان خوش. مرسی که با ما بودید. این شماره تلفن مردم رو هم براتون بذارم، اگر خواستید بعدا تماس بگیرید. شماره هست 202-695-2573، 202-695-2573. بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم. مرسی.